شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. روز شما هم بخیر. ببخشید آقای دکتر، من میخواستم در مورد پسر 31 ماهم باهاتون یه مشورتی بکنم. مطمئنم قبلش باید یه بک‌گراندی در مورد ایشون به شما بگم. ایشون پسر من وقتی که 20 ماهش بود رفت دیکر، منتها دیکرش از این دیکرهایی مثلا چیز نبود، بزرگ نبود که کلاس به کلاس باشه، یه هوم کیری بود که اون روز اولی که ما رفتیم مربیاش تو خانم چاینیز بودن و کلن هم 8 تا بچه بیشتر اونجا نبودن. ما اون خانوما رو فقط دیدیم، بچه ها رو ندیدیم. ولی بعد مثلا بعد یه هفته فهمیدیم که کلن هم معلم ها هم بچه ها همه چاینیزن و فقط پسر ما بود که توشون مثلا کلاب به یه زبون دیگه مثلا صحبت میکرد. پسر من توی 20 ماهگی تقریبا همه چی رو میگفت و منظورش رو کاملا میرسون به ما. و این بچه 3 ماه رفت. بعد از 3 ماه که دیگه شما واقعا فکر نکردید که این کار اشکاله؟ واقعیتش چرا، ولی خب مجبور بودیم تو اون شد. چرا مجبور بودیم؟ خاطر همه وضعیت مالیمون جوری بود که من باید سر کار میرفتم. من نمیگم سر کار نگرم، تنها مهد کودک اونجا چینی بود؟ نه، واقعیتش اینه که اینجا چون ما همه جا رجیسترش کرده بودیم برای که از 2 سالگی شروع کنه، منطقه این شرایط پیشبینی نشده پیش اومد و تنها مهدی که جای خالی داشت این بود، اونم به خاطر اینکه ساختمون جدید اضافه کرده داشت، وگرنه باید هر کدوم از مهدا، حتی اون مهدایی که الان ما رجیستر کردیم مثلا نزدیک 1 سال و نیمه که ما تو لیست ویتینگ لیستشون هستیم و جا نمیدادن به همون که مثلا. شما از کجا تلفن میکنید؟ از کانادا، ونکوور. در کانادا یه همچه خبریه؟ یعنی مهدی که متاسفانه خوب نیستن ازم، مهد چینی که مهد خوب نیست، بسیار بسیار بده. نه نه، اصلا اون که آره، حالا من در ادامه به شما بگم که چه اتفاقی برام افتاد. بعد این پسر من قبل از اینکه مهد رو شروع کنه بسیار بچه خوشحال، هپی و سوشالی بود، یعنی عاشق بچه ها و بازی کردن با بچه ها بود، هرچند که تو اون سن میدونم که خیلی این حرف مفهومی نداره، ولی یعنی واقعا وقتی یه بچه رو میدید خودش میرفت سمتش، اصلا بازیاشو شیر میکرد، اصلا خیلی عجیب بود برای همه که مثلا تو این سالی میفهمه که میتونه با یه بچه دیگه بازی کنه. و 3 ماه تقریبا رفت، یه مربی خیلی خوب اونجا بود که مربی خیلی اینو دوست داشت و بعد از مثلا 3 ماه دیگه مربی از اونجا رفت و یه مربی دیگه جایگزین اون خانم شد. از موقعی که مربی جایگزین شد این هی مثلا کجدار و مریض میرفت، نمیگفت، چون اصلا عاشق دیکر بود بخاطر اینکه اونجا با بچه ها بازی میکرد، خیلی با عشق و علاقه میرفت و مثلا کیف میکرد واقعا. خب حالا حالا بگید به من ببینم که چه خبره. بعدی که معلم ها عوض شدن این دیگه هی یه ذره مثلا گریه میکرد و مثلا به سختی میرفت، تا اینکه دقیقا بعد از تولدش، این دقیقا تو 24 ماهگی دیگه اصلا واقعا دیگه با گریه و اصلا هر روز جوری گریه میکرد که ما هی فکر میکردیم که خب مثلا چرا داره این اتفاق میفته و اینا. از معلماش میپرسیدیم، گفتن که نه، این به خاطر اینکه سنش مثلا به 2 سالگی رفته، مود سوینگ داره، جدی نگیرید گریه هاشو و اینا، اینجا که میاد خیلی حالش خوبه، داره بازی میکنه. هی برای ما عکس و فیلم میفرستادن از موقعی که مثلا خوشحاله و مثلا داره بازی میکنه با بچه ها و اینا. ساعتون درد نیارم، بعد از تقریبا 3 هفته یه روز بچه اومد خونه، یه مدت بود، یعنی تقریبا یه هفته بود که اصلا دیگه نمیرفت، یعنی اصلا دیگه هر کاریش میکردیم میگفت نه نمیرم و اینا. خلاص ما مثلا میبردیمش، ولی زودتر میافتیم دنبالش که میآوردیمش بعد از نهار. من دیگه میآوردم. یعنی شما اینقدر کارتون مهم بود که بچه رو اینجوری رنج بدید؟ نه واقعا. آخه عزیز، شما اومدید خودتون مجبور کردید بهش، بس که من برگردم بگم تو این دستم فرض کنید یک کتابه، تو اون دستم یک نمیدونم چاقوه، بعد حالا من دیگه دست ندارم، خب بذار زمین داری. عزیزم شما میدونید چه آسیبی به این بچه رسوندید؟ فقط به خاطر خودخواهی های خودتون که ما بذاریم سر کار؟ خب نه سر کار، تمام عمرتون دویدید برای که برید تو برید برید، به چه هزینه ای که بچه جلو شما نمیخواد بری، ناراحته.
شما گول بدید، گوش بدید به حرفه چند تا حق بازی که فقط برای گرفتن یه پول بچه شما رو اونجا میخوان نگه دارن. از نظر اونام اصلا اینا مهم نیست، تازه به یه فرهنگ و جامعه دیگه تعلق دارن که اصلا نوعی از زندگی رو داره. ببینید اصلا برای من اینو قابل قبول نیست. من یک ثانیه حاضر نیستم در رنج بچه رو تموم کنم. تو اصلا مسئله مدرسه مون نیست، بشینید خونه شما یه هفته دو هفته نرید، بگید مریضم چی میشه هیچی. و بعد شما بچه رو برای در حالی که رنج میبره، اونم بچه تو این سن و سال بی پناه. خب حالا الان تو خونه نگرش میدارید، تمام محبت و عشقی که داری روش میریزید، شرایطی فراهم میکنید که فقط و فقط زندگی سه چیز باشه: بازی، اسباب بازی، هم بازی، چیزی که دوست داره. نه مدرسه مهمه، نه مهد مهمه، نه کار شما مهمه، نه درآمدتون، نه هیچ. نه من واقعیتش این که حالا سر اون داستان خیلی بد تموم شد و ما بعد از سرمان یه هفته یه روز همسرم رفت دنبالش که بیارتش، اومدیم به خونه دیدیم که باهاش کبوده و به فاصله رفتیم بیمارستان و بیمارستان ما گفتن که حالا بعد از کلی سرچ که مثلا حالا کلی آزمایش که بودن مثلا کبودی یا خودش اومده یا دیگه، خلاصه به سوشال سرویسس و اینا ما رو ارجاع دادن و گفتن که نه یه اتفاقی تو محض افتاده و نمیتونیم بگیم چیه، ولی خود بچه میگم چون حرف میزد نشون میداد که مربیش وشکونش گرفته، میگفت مثلا فلان مربی مثلا اینجوری کرد و دیگه ما نفرستادیمش محض. من نشستم خونه تا اول ژانویه یه از این، چون اصلا میگم خیلی خیلی بچه‌ای واقعا بچه‌ای که خیلی دوست داشت که اصلا خودش دوست داره که مثلا با بچه‌های دیگه بازی کنه و اصلا تو خونه حوصله‌اش سر می‌رفت، هی جیغ می‌زد، گریه می‌کرد، نمی‌شد مثلا تو خونه خیلی نگهش داشت. دیگه یه مهدی پیدا کردیم که دوربین داشته باشه، مربیاش مثلا فقط یه نفر دو نفر، یعنی از اینا که کلاس داره و اصلا خیلی مثلا مهد حالا اینجوری جز مهد خیلی خوبه و خیلی هم گرونه و دیگه اونجا گذاشتیمش. حتی با یه پروسه طولانی که مثلا حالا خیلی مجبور نباشه که بره، اولا چک کردیم همه چی رو، چطور مثلا شاید بگم یه ماه ما دوربینا رو چک می‌کردیم و اینا. منتها الان خیلی بیکرش رو دوست داره، خیلی هم با عشق و علاقه و با ذوق میره دوباره. منتها الان به ما گفتن که این بچه چون خیلی مستقل پاتی ترین شده، نمیدونم بچه یکی خیلی میفهمه، متاسفانه من واقعا میگم یعنی چون خیلی وقت درد سر شده برای من این موضوع، خیلی میفهمه، خیلی عاقل‌تر از سن خودشه، میخوایم کلاسش رو عوض کنیم بذاریمش بین 3 تا 5 ساله ها و خب یعنی هم 31 ماهشه. بله برای چی این کار رو بکنین؟ چرا این کار رو بکنین؟ میگن چون خانم عزیز، اینجا دیولوپمنتش چیز میشه. خانم عزیز من قبلن هم عرض کردم خدمت، بچه بین 3 تا 6 سالگی 3 تا چیز میخواد: بازی، اسباب بازی، هم بازی. بقیه همه حرف مفته. آنگونه که بازی کرده، ارتباط، درکی از واقعیت، از طبیعت، از قوانین بهش میده، جای دیگه نمیده. چرا بعد از تولد و از سن 6-7 سالگی بعد تنها نوعی که غیر از اون نیو اکسایتینگ اکسپریانس یه قصه ایست که ای بس سالی یه دفعه اتفاق نمیفته، چرا فقط سپورت، ورزش هست که سلول مغزی تولید میکنه؟ برای که اونه که طبیعت رو من نشونه. من وقتی توپ جلو پامین و میدبم، من با 100 تا قانون طبیعت رو مواظب باشم. من وقتی توپ دستم و بسکتبال بازی میکنم، باید 100 تا چیز رو، علاوه بر اینکه یه دهی با منند تو تیم منند، یه دهی دشمن و مخالف تیم ما هستند، ما قرار چنین و چنان کنیم، 100 تا پدیده فیزیک و شیمی و ریاضی، هیچی. یعنی ببینید ذهنیتی که متأسفانه ما داریم، متوجه نیستیم که در یه مرحله مسئله بازی، اسباب بازی، هم بازیه. برای این بچه شما باید بده یه جوی بازی کنه با بچه هم چیزی که دوست داشته، با اونه که حال خوبی پیدا میکنه، احساس خوبی داره، رابطه رو یاد میگیره، 100 تا چیز مثبت خوب رو که تو ارتباطات انسانی است پیدا میکنه. شما قسمت امروز باز با شنونده عزیز دیگه ای رو خط بودم، ما نمیدیم امریکا یا نمیدیم کانادا، بچه‌مون چینی بار بیاد، اونم چینی مهاجر. اصلا دنیای اونا با دنیای ما متفاوته، دو تا فرهنگ مختلف و متفاوته و بچه‌ها توان اونو ندارن. بزرگترین اصل سلامت روانی کودک یک دستی و یک نواختی است.
حالا یه دفعه متوجه بشه پدر و مادرش 10 تا مسئله رو اینجوری حل میکنن، حالا تو اون مدرسه معلمه و بچه های دیگه 10 تا مسئله یه جور دیگه حل میکنن، فقط گمی و گیجی و سردرگمی، هیچ فایده ای برش مترتب نیست. بنابراین شما اصلا از اون ذهن این که مدرسه است دیر بشه، اصلا الان که تو 2 سال دیگه هم مسئله مهدش برای بازی مسئله است، نه برای اینکه چیزی بیاموزه. همه اینا رو به راحتی یاد میگیره. مطالعاتی نشون داد عزیز، آمدن بچه های رو وادار کردن یه کارایی بکنن، 3 سال بعد تونستن اون کار رو بکنن. بچه های دیگر رو 1 روز آوردن که 3 ساله بودن، همون روز شروع کردن همون کار رو کردن. یعنی سیستم آماده نمیشه که ما از قبل بخوایم یه چیزایی تو مغز بچه بریزیم یا تو زندگیش که دیگه سن دیگری داره و بچه تو این سن بازی میخواد، شادی، شور، شوقش، هیجانش، لذتش، احساس این که دنیا جای خوبیه، احساس این که آدم ها خوبن، احساس این که با آدم خوش میگذره، احساس این است که متوجه حتی گذشته زمان و سنگینی اون نمیشه. اینا هم چیزیست که بچه احتیاج داره. و به همجاست که من در بحث فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت حرفم این است که 15 تا چیز اساسا عوض شده. یعنی 15 تا اصل تربیتی یا پرورش و تعلیم تربیتی دیگر، 50 تا چیزی هم که خوب نبوده پذیرفته شده و اوکی شده به اصطلاح. یعنی ما تو دنیا دیگری هستیم و به همجاست که عزیزانی که تو امریکا آمدن یا اروپا، ما باید بچه هم ببینیم یه جایی که مردمان بومی اونجا هستن، برای که حالا که ایرانی نیست، اگه ایرانی که چه خوب، ترکیبش هست دیگه بهتر، ولی حالا که اومدیم پرس به این کانادا، اینجا که هستیم ایرانی هست و کانادایی، تمام. جایی برای چیم؟ متوجه هستم که در یه شهرهای ساحلی امریکا یا کانادا مثل ونکوور یا سیاتل پر از چینیه، ولی خب ما باید مدرسه‌مون رو انتخاب کنیم و بعدم یه راهی پیدا کنیم و خودمون رو با اینکه این کار رو باید بکنیم، این باید، این باید، این باید، این باید، حالا مجبوریم. نه، هیچی مجبور نیستیم. ما همه اون بایدا رو باید زیر سال ببریم. الانم عزیز، اگر فرزندتون رو 2 چیز بهش بدید، امنیت و آرامش تو خونه و بعد از اون فقط بازی. بازی یعنی اصلا من دلم نمیخواد حتی یاد بگیره ABC رو، یعنی اصلا اینا موضوع ما نیستن. هر وقت بازی خوبه، بچه هم اتفاقا دوست داره به صورت بازی یاد بگیره، به صورت نمایش یاد بگیره و بعدم یاد تو باشه. اگر تجربیات خوب روش بریزید مسائل حل میشه. خوشبختانه درسته که در شرایط بدی بوده، ولی آسیب سنگینی که نمیبینه. یعنی مواردی از این قبیل مثل این است که آدم لباسش پاره بشه یا خراشی دستش برداره، استخونی که نشکسته، اگه ادامه میدادید میشکست. بنابراین الانم فقط و فقط به دنبال یه مسئله باشید، احساس امنیت و آرامشش و شادی و لذت و بازیش، و همچنان چون سابقه شو داره از اوتش برمیاد، ولی معلوم هم هست که بچه ایست با توانایی های هوشی و عقلی که میتونه راه خودش رو پیش ببره و به زودی با اونا رو پشت سر میذاره و فراموش میکنه. حالا اگر که خیلی هم بعیده مسئله پیدا شد، بعدا اونا رو حتما میشه حل کرد. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ اولش همین بود که این اصلا با جا به جای کلاس رو موافقت بکنیم یا نه، که من واقعش خیلی نه عزیزم، نه اصلا نفرستش کلاس بالاتر ابدا. ببینید عزیز، باز شما اگر چرا اون اصول رو بشنوید، ما قرار فرزندان رو یه جایی بذاریم که بشکفند نه اینکه بشکرند، و کجا بچه میشکفه که جز 5 یا 10% بالای یک کلاس باشه که احساس کنه من در حد دیگران هستم یا برترم. چون یادتون باشه در یه روز که زمان برای مثلا این بچه 7 ساله 3 برابر تو 7 سال 20 ساعت سر کلاسه. حالا آدم 20 ساعت لحظه به لحظه احساس کنه که بده، چون ما در هر ثانیه 1000 سیگنال به مغزمون میفرستیم خوب یا بد. و شما فکر کنید یه بچه 20 ساعت تو اون 7 ساعتی که هست که برای زمان برش اینقدر آهسته است، همینجوری پیام‌های بد به سیستم مخابره کنه. بنابراین من بچه‌مو جایی می‌رسونم که جزء شاگردان ممتاز باشه. هرگز مدرسه تیزهوشان و باهوشان و خرگوشان و اینا نمی‌فرستم. مطلقاً معنا نداره. یعنی اینا اشتباهات بزرگ تربیتی است که می‌شناسیم. بنابراین شما هم برش کار رو سهل بگیرید. یه جایی که هیچ نیست. یه جایی که هیچی نیست. برای که ایجاد علاقه برای علم، برای مطالعه از راه دیگه کاملا ممکنه.
و هیچ دلیل نداره که ما بچه‌ها رو در کودکی زیر این فشارهای بیمارگونه‌ای بذاریم که سابقه فرهنگی و برخی از اوقات ملی کشورها رو داره، اونم تازه به دلایل تمام محرومیت‌ها و گرفتاری‌هایی که داشته. حالا الان مرزم این است که ابدا روش فشار نیارید. یه جایی که خوبه، خوشه، راحت میره، راحت نمیره، یعنی ابدا کاری به کارش نداشته باشید و او تعیین کننده است. نه درست و غلط شما مهمه، نه نمیدونم خوب و بد دیگران مهمه. گوش به حرف مسئولین مدرسه هم ندید، برای که اونا قرار از یه سیستم محافظت و مراقبت کنن، اونا تعیین کننده نیستن، فرزند من تعیین کننده است. بنابراین مواظبش باشید. بعد از اینکه دو ماه خوشبختانه تجربیات تازه میپوشونه همه اون گذشته رو و آروم میگیره و شما هم ازش راحت خواهید شد. ولی به هر حال الان هم به جایی که سفت و سخته نمیره، هر جایی که برای ساده تر راحت تره. و ضمن بچه ها رو قرار نیست نه ما پیش جلو اصلا به پیش بندازیم نه به عقب، هیچ کدوم. باید بذاریم سر جای خودشون با بچه های همسن و سال خودشون باشن و بعد اگر دیدیم بهره هوشی بالایی داره، حالا بچه های دیگه یه ورزش میدونن، بچه من سه تا ورزش بدونه، بچه های دیگه یه حالت موسیقی میزنن، من دو تا حالت موسیقی بزنن. یعنی اونجا هوششون و تواناییاشون رو پخش میکنیم تا اینکه متوجه و متمرکز بکنیم که بعدا بتونه مسئله باشه. خودتون هم نگران نکنید، ولی خب امید من همینه. چرا من التماس میکنم که حداقل شما پدر و مادری دو چیزی که بیشتر نمیخواد از اینه که دانایی که مهربونی، مهربونی رو دارید، خب دانایی رو باید پیدا کرد. چون ما تو کار پرورش دادن اشتباه نمیتونیم کنیم، من پشت فرمون اشتباه نمیتونم بکنم، چون خودم و دیگران رو به کشتن میدم، اینجا شوخی نداره. بنابراین یه اصولی هست که باید اونا رو کاملا رعایت کرد و من کوشش کردم تو 15 حتما توصیه‌م تو 15 ساعت به عنوان فلسفه و علف‌های پرورش تعلیم تربیت من همه پدر و مادر است. بعد تولد تا 3 است، 3 تا 7. شما همون تولد تا 3 رو هنوز و 3 تا 7 رو ای فرصت کردید بشنوید، حداقل جلو اشبار میگیرید. ولی نگران نباشید، خوشبختانه مواردی از این قبیل گفتم خراش هایی است و یا پاره شدن لباسی است که مرست خیلی به چشم میخوره ولی واقعا در تحلیل نهایی عمری نداره. به مسئله خواستم یه سوال دیگه از خدمتتون بپرسم، اونم این که این پسر من دو تا همبازی داره که ما آخر هفته هاشو با این دو تا پر میکنیم، یه روز این یه روز اون، و یکیش دختری که یه سال از خودش بزرگتره و یکیش هم یه پسری که تقریبا 5 ماه از خودش بزرگتره. ولی خب این پسر من عاشق پسر است و کلا خیلی اونو فالو میکنه، اصلا کلا بچه فالووریه. یعنی اگه مثلا بچه قدرتمندتر از خودش ببینه، با وجود اینکه سعی میکنه که مثلا خیلی جا از خودش دفاع کنه، اما هر کاری که اونا میکنن اونم تکرار میکنه. و مثلا خب این بچه ای که حالا هست، چون کازینش هم هست، ما تقریبا میشه گفت زیاد هم دیگر میبینیم، خیلی رفتاره خوبی نداره، مثلا جیغ میزنه، اینو یه وقتی مثلا پوش میکنه، کتکش میزنه و اینا، که ما خیلی همیشه جلوشو میگیریم، ولی همین که این اکتشو میاد، خب میفهمی که قراره مثلا ضربه بخوره. و یکی دو بار اول مثلا جیغ میزنه و بهش میگه استاپ استاپ، ولی خب دفعه سوم دیگه مثلا میزنه زیر گریه و گریه میکنه و از ما کمک میخواد. و اون بچه نه صبر کنید. اولا اینکه بچه‌ها فالو میکنند و تقلید میکنند هیچ ای با ایرادی نداره. شماره دوم، بسیاری از اوقات فالوور بودن معنیش باهوشی است که من میذارم راه دیگری بره و در نتیجه به سادگی راحتی به جای اینکه گیر انتخاب باشم یا عمل دنبال اون راه میفتم. یعنی این نشانه این نیست که فرزند شما یا ای با ایراد داره به خاطر پیرو بودنش یا به خاطر اینکه تکرار کارهای اونا رو میکنه. بعدم همینقدر که اونا یه ذره بزرگتر هستن او براش تبدیل به الگو مدل میشه. اصلا من شما چرا زبان یاد میگیریم؟ یه اصطلاحی است به اسم میرورینگ، یعنی ما یه مسئله اصلا مغز آینه ای داریم. یعنی از اون طریقه که ما اصلا داریم با سرعت رشد میکنیم. بنابراین اون موضوع من نیست، اما اختلاف اصلا، یعنی هیچ وقت قرار نیست بین بچه‌ها توی خانواده یا فامیل اختلافی باشه که کار به برخورد آزاردهنده یا فیزیکی بشه. یعنی اون اصلا جایی نداره. یعنی من همیشه فرض بفرمایید از زمین است که توی خانواده بچه‌ها دعوا میکنن، شما نه غذا درست میکنید، نه خونه رو تمیز میکنید، نه چیزی رو میشویید، هیچ. شما فقط میستید، یک ثانیه هم غفلت نمیکنید که اینا دعوا نکنن. چرا؟ برای که روزی که دعوا کردن هیچ دنیای علمی به شما نمیگه چگونه میشه آسیب این دعوا رو کم کرد یا از میان برد. حتما آسیب. یعنی درست مثل اتومبیلی است که تصادف میکنه،
هیچ فایده برش مترتب نیست. بنابراین شما به این شرط پسر شما با اون بازی میکنه که رعایت حال همو بکنن، پسر شما بدونه چه باید بکنه، اون هم همینطور، و برای این کار باید آموزش بهشون داد. یعنی فرض بفرمایید میشینید یه کاری رو ستایی میکنید شما با اون دوتا بچه، و بعد از اینکه مطمئن شدید حالا راه و روش میدونن، بعد مسئله اختلافشون رو باید حل کنن. اینکه شما بگذارید یه ذره کار بالا بگیره، اگر یه ذره جدیتر شد و پسرتون گریه کرد، ابدا من و شما نمیتونیم به بچه ها بگیم برانید از خودتون دفاع کنید. اینم باز از اون باورهای عجیبیست که در جامعه ایرانی، نه من و شما وقتی یک کسی چاقو کشید میریم پلیس، میریم دادگاه، نمیریم یه چاقو بزرگتر برداریم و بریم. بچه ها قرار نیست از خودشون یعنی دفاع بکنن و ما هیچ کاره باشیم. بله اونا قرار جلو آسیب خودشون رو بگیرن، ولی وظیفه مواظبت و مراقبت و دفاع از فرزندانمون از آن ماست. بنابراین شما حتی اگر شده وقتی دور هم جمع میشی، شما یا مادر اون بچه درگیر این دوتا، حتی میتونید به اونجا نشسته باشید روی مبل تماشاشون کنید که ببینید چی کار میکنن، و به مجردی که از خط خارج شدن همونجا متوقفشون میکنید. واقعیتش اینه که بچه من واقعا کاملا میفهمه که مثلا حالا یه وقتی مثلا میشینیم با هم سه نفری که فرمودین بازی میکنیم، منتها اون بچه اصلا متاسفانه مثلا چیز نیست، یعنی مثلا چارچوب نمیفهمه، یعنی اصلا هر کاری که خودش دلید مثلا داریم با ماشینا بازی میکنیم یهو مثلا میذاره ماشینشو پرت میکنه، بعد این میبینه که مثلا بنابراین هیچی اون رابطه باید قطع بشه. هر کی من خواستم بگم که این رابطه مفید هست برای بچه‌ها؟ ابدا مفید نیست. برای که ببینید مثل این مونه که شما بگید من 100 ساعت خوب رانندگی میکنم، یه دقیقه میخوام بد رانندگی کنم، برم تو پیاده رو، حالا هر کی رفت زیر ماشینم رفت. هیچ توجیه 100-1 نداره. یعنی به همین جهت است که مسائل یک دونش هم مسئله. ما چرا میمیریم؟ من چرا میمیرم؟ 100 تا تیکه بدن من کار میکنه، یه تیکش کار نمیکنه، منو میکشه دیگه. جهان طبیعت اینگونه است عزیز من. ابدا این بچه برادرم بود، شما باز به عرضم توجه کنید، من وقتی بچه ها اینگونه هستن خواهر برادرم میگم جداشون کنید، اصلا همدیگر اصلا نبینن، اصلا نشناسن، اصلا مهم نیست. برای که ندیدن یا نبودن خواهر برادر که به کسی آسیب نمیزنه، آسیب وقتی است که برخورد پیدا بشه. بنابراین اگر اون پسر با فرزند شما به عنوان دوست، به عنوان یه برادر بزرگتر که مواظب هم هستن و هر دو میتونن از بازی با هم لذت ببرن عمل میکنیم، و الا ابدا هیچ دلیلی نداره که اونا با هم باشن و هیچ دلیلی نداره رابطه ادامه پیدا کنه. اصلا حالا اینجا که هستن به قول شما کازینن یا هر چیزی، گفتم خواهر برادر بودن جداشون میگردیم، برای که قرار نیست بچه ها خون هم دیگر رو بریزن، برای که متاسفانه هیچ راهی برای جلوگیری از این خون ریزی روانی نیست. آسیبم عمیق و سنگینه برای همچه. تازه فرض کنید اگر اینا یکشون دختر بود به این نتیجه میرسیدن که جنس مخالف چقدر بده، و یه تصمیم برای تمام عمر میگرفت که ای پسر فکر کنه زن آمدن، ای دختر فکر کنه مرد آمدن. اینو همه از همون جا میاد، حتی بعدن گرفتاری هایی که تو روابط حتی از نظر مسائل سکشوال پیدا میشه. این که شما اگر رابطه رو از آغاز تا پایان سالم، دوستانه، مبتنی بر شادی و خنده و هر و کره نمیبینید، هیچ دلیلی نداره به خاطر فامیل بودن و آشنا بودن کنار هم باشید و با هم باشید. ممنونم. من یه سوال آخرم اگه امکانش هست بپرسم ببخشید تو. من باردارم، ماه دیگه زایمانمه، و خب اصلا پسر من که کلا ایگنور میکرد، ما خیلی اصرار نمیکردیم که حالا بیا مثلا حالا ببین مامان شکمش بزرگ شده و این اصلا کاری به کارش نداشت، فقط میدونست که یه نینی داره اضافه میشه بهمون، ولی جدی نمیگرفتش. الان تقریبا یکی دو هفته است که یه ذره مثلا خب حالا چون شکم من دیگه بزرگتر شده و بقیه اطرافیان خیلی توجه میکنن، هی میان مثلا دست میزنن رو شکم و این حرفا و اینا، فهمیده که یه بچه‌ای واقعا یه نینی هست که داره میاد. و دقیقاً از موقعی که ما احساس کردیم که این ذره براش جدی شده، شب ادراری داره. یعنی اون اون وقت میتونه به اون مرتبط نباشه عزیز. نه ببین بچه از اینکه وقتی نه از اینکه بیبی داره میاد و نینی داره میاد و اوضاع بد میشه خبری نداره. نه حرف وارد از این است که بیبی میاد، اگر میدونید جنسش چیه، بای پسره پسره دختره دختره، نمیدونید که نمیدونیم خواهر یا برادره، میاد اول کوچولوه، اصلا حرف نمیزنه، کاری نمیکنه، مامی باید تو بغل بگیرتش، باید شیر بخوره، اصلا راه نمیتونه بره، حرف نمیتونه بزنه. تو برادر بزرگی، تو کمکش هستی، ما اصلا
به کمک تو احتیاج داریم، این بزرگ بشه بعدن تو رو دوست خواهد داشت، با تو بازی میکنه، تبلیغات میکنید، بعدن به دوستان و خانواده میگید وقتی که اومدن خونه شما اسباب بازی برای پسرتون بیارن، نه برای اون، ابدا برای اون هیچی هدیه نمیارن. وقتی هم که کسی در میزنه شما نوزاد میبرید توی اتاق دیگه، پسرتون میره جلو حرف میزنه، بعد میگی میخوای بگی، میگه من مثلا یه خواهر دارم، بعد در خونه اون برشو میداره با مثلا پرس کنید دوستاتون رو میبره نشون بده که فکر کنه مال خودشه و در حال جنگ و جدال نیست. با وجود همه اینا همچنان 2 تا 4 ماه طول میشه تا پسرتون نوزاد رو با توجه به سنش بپذیره. مسائل به این سادگی نیست. من اینا رو تو سیدیا تماما آوردم عزیز. به همین جد است که لطف خیلی خوب. بنابراین اولا نگران نمشید، ولی این که ببینید عزیز، من نگران شب داری شم فقط که این مطلقا مطلقا سب کنید ببینید. اولا برفرض که اصلا باشه، کاری نمیشه کرد. شما که نمیتونید بگید پس ما نوزاد رو نمیاریم. ببینید یه مقدار واقعیت هاییست که باید باش کنار اومد. چرا برای من مهمه که شما فرزند چندمی؟ برای که همین ماجرای ترتیب تولد میتونه جنبه های مثبت ولی بیشتر جنبه های منفی با خودش داشته باشه و برای من مهمه. به همین جد است که معلومه که فرزند شما با اومدن دومی ده ها موضوع و مسئله پیدا میکنه. اصلا فرض رو بر این بگیریم که البته به نظر من الان شب دارش بعد از تولد هایی میفرمودید میگفتم مرتبطه، ولی الان نه، برای که اون نمیتونه تصور کنه که چه خواهد شد. هیچی. پسر شما چطور میتونه فرض بگیره که با اومدن نوزاد چه خواهد شد؟ از 100 تا اتفاق یکیش هم نمیتونه پیش بینی کنه عزیز. هیچی. و اگر شما و همسرتون خوب رفتار کنید، مثلا همسرتون تمام نیرو و توانش رو بگذاره برای مواظبت از پسرتون و او فکر کنه که باباشو داره و در نتیجه از این بابت خاطرش آسوده باشه و همه چیز همچنان در خدمت و اختیار اون هست، گفتم تازه 2 تا 4 ماه طول میکشه که این اوضاع برش عادی بشه، ولی الان به اون مرتبط نیست. ولی برفرض هم که باشه، که حتما نیست، برفرض هم که باشه کاری نمیتونیم ما بکنیم. ما فقط میتونیم محیط رو امن و امان کنیم، اطمینان رو بهش بدیم، مطمئن باشه که نه تنها فرزند اول، تنها فرزند اینم الان اونجا هست برای خودش، از سر اینکه نه حرف میتونه بزنه نه راه میتونه بره، هی گریه میکنه، شیر میخواد، یه جوری باید با نمود کرد که این اینجوریه. یعنی این خبری نیست، این رقیبتون نیست، مثل کسانی که میرن دوست دختر یا پسر پیدا میکنن و میگن زشت، نمیدونم گی فلان درمانه، برای که طرف گولش بزنن که نگران نباش که آمده. ولی اینو مسائلیست که هست. من خودم پسر بزرگم وقتی پسر کوچیکم 2-3 روز بود آمده بود، آمد به من برگشت گفت که فرید پسر کوچیکم بودم برنامه داره بره بیمارستان، چون گفتم از بیمارستان رو بردیم دیگه نمیخواستش بعد از 2 روز. و خیلی هم عادی عزیز، یعنی ماجرا به همین سادگیست. مواظب خودتون و بچه باشید لطفا، چون سیدیا رو میشنوید خاطر من آسوده میکنه که اشکال نیست. به هر حال قدم نورسیده هم مبارک باشه. به هر این به هر حال یه چالشی واقعا ما خیلی دلگرم به وجود شما، لطف محبت به هر حال یه چالشی است عزیز، از احتش هم برمیاد. بنابراین امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره که حتما هم چنین خواهد شد. ما بیش از این مقاوم هستیم، یعنی بچه ها بیش از این مقاوم هستن که این چیزا به همشون بریزه. فقط مهم این است که ما کاری که میتونیم بکنیم انجام بده. منم خوشحال شدم با تون صحبت کردم. با آخر وقت ناچار شما هم خواهش کنم.